درود بر دوستان عزیز امیدوارم تندرست باشید و هرچه زودتر کشورهای دنیا و ایران بتونیم این بحران کرونا رو پشت سر بذاریم امروز دیدم پیج نشنال جوگرافیک یک خبر از ایران گذاشته 133 میلیون پالور داره اونجا نوشته بود که ایران داشت بحران رو پشت سر میذاشت و سیر نزولی گرفته بود تا اینکه 8 میلیون نفر رفتن سفر سنتی نوروز و دوباره اوج گرفت و مقصرم کسی نیست جز این دولت بی تدبیر که عملا مردم تشویق کرد که برن مسافرت با این قوانین سلگیرانه و احمقانه و هنوز یه مصیبت دیگه داریم باید هفته دوم نوروز سیزده به در باید با شدت جلوشو بگیرن و ندارن اجازه بدن کسی از خانه بیاد بیرون بارها یه مای خوردهی دارم میگم هیچ در راهی نداره جز که تمام شهرها بدون استثناء تو کشور قرنطینه بشه یعنی ورود و خروج به تمام شهرها ممنوع بشه فقط ما به این صورت میتونیم کنترل کنیم مخصوصا شهر خطرناک تهران که موج اول کرونا رو شهر تهران رو انداخت با مسافرت به شمال گیلا مازندران که اونجا کشتار ایجاد کردم بعد رو افتادم به جایی دیگه اصفهان و کاشان و نمیدونم جایی دیگه بعد رفتم مشهد مشهد کشتار بپا کردم این تهران حتما باید قرنطینه بشه تمام ورودی ها و خروج های تهران باید قرنطینه باشه جلو کشتار گرفته بشه واقعا 8 میلیون سفر نوروزی حالا یه معدودی هم که میرن پدر مادرهاشون تو شهرستان رو ببینن قابل توجیه هست ولی واقعا نشون میده سطح فرهنگ عمومی ملت ما با اینه. اینه که من بارها دارم میگم امیدوارم هر چیز زودتر با رعایت این فاصله گذاری که داره انجام میشه با فاصله دو متر در همه جای دنیا داره انجام میشه و اینطور فروشگاه های پرتراکم حتما این سبدار رو دائم میشورن دستگیرها رو دائم میشورن و نقل و این وسایل نقل عمومی هم یا ممنوع شده یا اگر ممنوع نمیشه باید فاصله توش رعایت بشه بسیار مهمه که با فاصله بشینن و این فاصله گذاری ها و شستشوی این دستگیره ها بسیار مهمه و میبینم که الکی این ماشین ها میرن تو خیابون ها زدفون کننده و سمپاشوی اینا فایده نداره تو خیابون بلکه این هزینه و وقتی که میخوان هدر بدن برای سمپاشی خیابونها، ها اینو تمرکز بذارن روی جاهایی که مثل متروها و پایانه های و اوتوبوس های حمل و نقل عمومی و مهمتر از همه مهمتر منشه آلودگی خود بیمارستان هست که همه جا پخش میشه و جای و شلوغ به جای اینکه اینجور دیمی همه جا سمپاشی کنن با این کامیون با ظرافت بیشتر و دقت بیشتر این جاهای آلوده کننده رو ضد کنند. کنن نه اینکه همینجور تو خیابون رو درخت و جدول و آسفالت در واقع زب مواد ضبط کننده بپاشن اونم وای تکس در مورد بیمارستان ها میخوام این مطالبی بگم باید تحولی در بیمارستان های ایران صورت بگیره بیمارستان که فعلی هست بسیار آلوده و بسیار دلگیر هوا تهویه به شدت افتضاع هوا بسیار آلوده قبل از کرونا هم هر کس میرفت تو آی سی او اتوماتیک عفونت ریه میکرد چه برسه که الان کرونا آمده و این نقص مراقبت های ویژه و آی سی در ایران هست که آلوده بود واقعا فضا و هوا توی بیمارستان ها مشکل نور داره بیمارستان ها ایران مشکل تهویه داره و مهمتر از همه بهداشت سفره. پس بستگان ما که پزشک است کرونا گرفت قبل از اینکه به کرونا دچار بشه توی خود بیمارستان کرونا یا بود میگفت که من دائم نگران بودم هر لحظه از توسط این خدماتی های بیمارستان کرونا به من انتقال پیدا کنه همین طور شد چرا چون خدماتی که بیمارستانی ها از این شرکت ها استخدام میکنن اکثرا زیر دیپلم و اصلا سواد بهداشتی ندارن و اینا رو استخدام میکنن برای جایی بسیار حساس کجا برای زباله ها و برای تغذیه و پوشاک تمیز کردن پوشاک بعد اینا رو میذارن تو بیمارستان ها کسایی که هیچ تخصصی ندارن تو زمینه بهداشت هیچ هم در بهداشت ندارن بعد همین خدمه میان چیکار میکنن غذا درست میکنن و غذا رو پخش میکنن تو اتاق ها و یک از علت های بیماری و گسترش عفونت تو بیمارستان هایی که خدمه در واقع غیر متخصص است که دانشش ندارن تخصصش هم ندارن این باید حتما این معایب در بیمارستان ها ایران برطرف بشه و خدم خدمه باید حتما تحصیل کرده های مربوط به علوم پزشکی و بهداشتی باشن و نه اینکه هر کس بیاد اونجا مسئول آشپزخانه، مسئول نظافت باشه و این بسیار مهمه و یکی هم اخلاق و رفتار هست و یه مورد خودم واسه خودمون پیش اومده پرستار اخلاق مثلا مورد بوده که طرف مثلا نباید طرف دراز میداده ولی دراز میداده سکته میکرده با زور گرفته بیمار رو دراز داده و بیمارستان به اون طرف سکته کرده و این موارد زیاده هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ دانش و بهداشت تو بیمارستان هم مشکله و نور و تهویه و نظافت مشکل داره آیسویوها ایران کامل آلوده است این بیمارستان بیمارستان ایران کاملا در واقع خارج از استاندارد هست مدارس ایران بدتر هنوز مدارس ایران هم ایران طویله است و مدارس ایران باید همه با خاک یکسان بشه مدارس جدید ساخته بشه مدارس مدرن تو ایران ما حتی یه مورد هم نداریم. متاسفانه که اصول رعایت شده باشه شبیه مقدونی نباشه و ما تا این آموز پرورش ما مدرسه های ما متحول نشه به اینجا مشکل داریم ما مشکل فرهنگی ما و ضعف اصلی پایین بدن فرهنگ عمومی کشور مدرسه های ما که بسیار بقرنج مدارس ایران اینا باید کار بشه اولا با دغدغش دق احساس بشه تا اینکه تحول ایجاد بشه هم در بیمارستان ها هم در مدارس و مهمتر از همه فرهنگ عمومی ما بارها اینو خوشبختانه آیا غالیباف خیلی اهمیت میده به این قضیه من بارها تو ازش شنیدم خوب تشخیص داده و واقعا فرهنگ عمومی کشور مشکل جدی داره ما خیلی در جهت از نظر فرهنگ عمومی عقب افتاده هستیم اینکه ملت میافتن پلیس رانندگی رو کتک میزنن واقعا فاجعه است و این خیلی عجیبه او چه مدیران احمقی بودن چه دوره بوده که پلیس انتظامی با پلیس های سفید رو که هم پلیس رانندگی باشن از هم جدا کردن پلیس سفید حتی یک باتوم ندارن حتی یک شکر ندارن حتی یک اسپری ندارن هیچی ندارن فقط فرش بهشون میدن توهیم میخورن کتک میخورن اگر هم یک رازن هم توش اتوبان ها به جون ماشین زن و چه مردم و غارت و تاراج غارت تاراج و غارت ماشین ها ناموس مردم پلیس ها اصلا ندارن که بخوان دفاع کنن این خیلی غلط بزرگ و اشتباه بزرگ بود که پلیس سفیدای ایران رو خلاص کردن پلیس سفیدای ایران شما اگه یه دونه پلیس دو تو آلمان یا تو اروپا ببینی شبیه این, این راکی و رامبو و اینا هستن یعنی همه چی دارن نارنجک دارن چند تا تفنگ دارن شوکر دارن اسپری دارن همه چی شما فکر بکنی دستبند دارن اینجوری هستن قیافاشون اما تو ایران بیچاره پلیس سفید رانندگی اینجور که الان باید جلوی 8 میلیون نفر رو بگیرن 8 میلیون نفر عقب افتاده که رعایت نمیکنن سلامت کشور رو اینا با دست خالی جلوی ده وایستن و این عیب بزرگ است مشکل زیاد داره کشور ما مشکل در بود اجتماعی و فرهنگی ما خیلی مشکل داریم مقصر اول آموز پرورشه بعد صدا سیما هست و بعد نهاد ها هستن در مورد بیمارستان من خودم سال هاست تو ذهن من تحریکه هست اینه که ما باید سن و بیمارستان داشته باشیم. اینو هم بیمارستان مدرن که هست الان معایبش رو گفتم که کل ایراد داره و یه نوع بیمارستان باید بیمارستان مخصوص طب سنتی باشه که پزشکان طب سنتی بیمارستان طب سنتی داشته باشن البته روش های طب سنتی نباید در واقع فریز شده باشه به چند سال قبل اینا باید خودشون رو تطبیق بدن به مدرن کنن روش های سنتی مثلا چین و کره و ژاپن و جای دیگر رو تحقیق و مطالعه کنند و تلفیقش کنند و شیوه جدید درست بکنن و قطعا بی و بی نیست به سنتی ایرانی ولی باید روش کار بشه کار بشه البته نباید آدم های تبریزیان که تپه تب هالیسیون رو زده یه از این بی رو وارد این بکنن خوبه که زیر نظر همون وزارت به بهداشت باشه ولی وزارت به بهداشت یه دید بسیار منفی داره به تپه دنبال طب سنتی است و این اشتباه باید طب سنتی رو هدایتش کنن تو مسیر دور این رو بیمارستان دیگه که من دوست دارم باشه تو کشور هیچ جای دنیا تا نیست پیشنهاد در واقع آرشاویر دراوانسیان است در واقع پدر خالی دنیا هست یه ایرانی ارمنی تبار که تو ایران یه مؤسسه گیاهخواری خامخاری زده بود قدم اذیتش کردن به شاه نامه زده بود به تمام سران دنیا نامه زده بود در مورد خامخالی و یه یه آقای به نام رمزانی نامی بوده تو محسسش سرش کلا گذاشته دفترش رو گرفته کتکش زده فش فرش میداده بهش میگفته ارمنی ارمنی انگار مثلا ارمنی فرش مشابه این حالت من با شادروان پرداوود که بسیار دوستش دارم استاد پرداوود ابراهیم پرداوود اونم یه حسودی بوده به نام جوان یه آدم بی سوادی در دانشگاه تهران همیشه زد استاد پور تخریب میکرد استاد پور داوود کسی که ما رو به عالم نیاکان وارد کرد با ترجمه اوستا به زبان پارسی از این 15 سالی که آلمان بود این متون دسترسی داشت و تونست خطوط نیاکان رو چه پهلوی و چه اوستا رو به پارسی برگردنه اون آرشا ویردراونسیان ایده ساخت بیمارستان های بدون آشپزخانه رو داد ایشون میگفت که بیمارستان نباید خونه داشته باشه منظورش این بود که آشپزخانه نباید داشته باشه منظورش بود که اجاق نباید داشته باشه یعنی یه اتاقی باشه که اونجا غذا سرو نکنن اینا ولی اجاق نباید داشته باشه غذا باید همشون به صورت خام باشه حرارت نباید ببینه اون مطلب بود حرارت دادن غذا منجر به تولید ترکیبات خطرناک میشه چونکه دوتا از بچه هاش هم فوت کرده بودن در اثر همه غذاهای پخته دختر آخریش که آنایتا بود و با همین شیوه با, با همین زمینه وراستی که داشتن ولی اونو تونست زنده نگه داره به خامخوار تربیت کرد و خودش هم چند تا بیماری داشت که اصیل خامخواری درمان شد این که درمان بخش و شفا بخش است شک که نیست بسیاری امراض لاعلاج رو در, در دنیا درمان کرده من توصیه میکنم کسی تو ایران یه خیلی بیمارستان های درست بکنه که اونجا آشپزخانه نداره فقط غذای خام سرو میکنن با خدمه تحصیل کرده و فهمیده این قدم هایی که دست دارن خودشون نمیشورن میان غذا سرو میکنن با رعایت در ح... تحویه تهویه و آفتاب این بسیار مهمه تو بیمارستان ما نگاه کنه دیگه لانه موشه نه نور رعایت میشه نه تعویه رعایت میشه باید بیمارستان هایی باشن که نور تعویه توش رعایت بشه فضای بیمارستان ها باید فضا انظر روانی باید بهش توجه بشه بیمارستان ها باید به طب سر و گرم بودن و غذا توجه کنن و امیدوارم یه روزی در ایران و در دنیا یه بیمارستانی بر اساس ایده های شادروان آرشاویر، دروانسیان تشکیل بشه و بیمارستانی که غذاهایی که سرو میکنن غذاهاش پخته شده نباشه و اینم بسیار میتونه موثر باشه بعد اونور ما میتونیم مقایسه کنیم بیمارستانهایی که سبک بیمارستان آرش، آرشاویر دروانسیان هستن بیمارستانهایی که سبک طب سنتی هستن و بیمارستان کلاسیک که اینطوری هستن و حتی ما میتونیم بر اساس آموزه های عوستا بیمارستان های دیگه هم داشته باشیم چون که در عوستا در واقع مانترا پزشکی مقدس پزشکی نامیده شده مانترا پزشکی را اگه من میخوام الان معادلش رو بگم بیماری در واقع درمان بیماری ها با شیوه های الغا و هیپنوتیزم و کلام هست این میتونه مورد توجه گرفته قرار گرفته بشه و روش کار بشه البته این خیلی میتونه موثر باشه هیپنوتیز درمانی بخشی از اون شیوه های مانترا پزشکی است کلام درمانی یا خیلی چیزای دیگه هست که میشه روش کار کرد و توسعه داد این طب کهن مانترا پزشکی رو توسعه داد کلام پزشک پزشک در اوستا بعیش ازه، یعنی زننده درد هست یعنی کسی که درد رو میزنه برش و از پلاوی شد پچشک بعد پزشک و همطور کلمه بیمارستان کس کلمه بیمار آمده بیمار ب... در اصل ریشه کلمهش میشه ویمار و وی یعنی دور دور مار یعنی خانه مار یعنی خانه ره و لب هم تبدیل میشه بعد از گویشه به مال میگن خانه در کردی یا جای دیگه بیمار یعنی کسی که دور از خانه نگه داشته میشده و خاصه بیماری های روانی بوده بیمار اما اونا که بیماری جسمی بودن میگفتن ناخوش خود کلمه بیمارستان هم بار منفی داره باید مثلا بگن درمانستان یا همون درمانگاه البته افغانی میگن شفاخانه باز بار مثبت داره شفا کلمه عربیه ما میتونیم بگیم اما چه میدونم درمان درمانستان درمانگاه به بشه بیمارستان به کار بریم زمین کلمه بیمار که گفتم بیمار به بیماری های روانی گفته می شده بیمار یعنی دور از خانه نگه در قرنطینه. که مثلا آسیب نذارن به خودشون یا به جامعه و بیمار جسمی رو میگفتن ناخوش ما نیاز داریم که تب پزشکی تب رو حتی به درون حوزه علمیه ببریم من درست خودم منتقد دینی هستم ولی خیلی اعتقاد دارم به پتانسیل حوزه در توسعه دانش و پژوهش و تب در جامعه و تو حوزه علمی میشه در زمین اشا پزشکی خیلی کار کرد بچه پزشکی همین آگاهی دادن به مردم برای بیمار نشدن در این بیماری های مصری که الان پیش آمده برای بیماری های دب افونی بسیار اهمیت داره و میشه برای گسترش میشه کاری کرد دوباره آخونده از در حوزه های علمیه دوباره ابن سینا در بیاد دوباره خارزمی در بیاد دوباره زکریا در بیاد خیلی خیام در بیاد و اینطور نبود که قبلا حوزه های علمیه فقط شیخ و روز خونی بوده بلکه همه چیز بود اون تو تمام دانشگاه این تو بود ما دوباره بعد دانشگاه حوزه علمیه رو که دانشگاه باستان ایران و باستان ما هستن به سمت سوق بدیم که دوباره از توش خیام و ابن سینا و خارزمی و این چیزها در بیاد از این فقط این صرف فقه و روز خونی خارجش کنیم و میتونه بسیار موثر باشه پتانسیل علمیه در توسعه پژوهش پژوهش بسیار مهمه متاسفانه در کشور مقفوله پژوهش باید به امر مقدس تبدیل بشه طوری که تمام این بزرگان هر کس قبل از مرگش یه چیزی رو باید در صد از میراثش رو برای پژوهش وقف کنه و خیلی مهمه که جامعه و ملت ملت آلمانی ملت خردگرا و پژوهشگراست امیدوارم به اونجا برسیم بدرود